بیاین عزیزان ذهن داشته باشیم که همیشه وقت بدی ها را فراموش بکنیم و همیشه وقت خوبی ها را یا خوبی دیگران و جنبه های مثبت زندگی را در ذهن ما جا بتیم. سلام تقدیم میکنم به همه شما، خدا کنه صحت مند باشین. خیلی خوشحال هستم از اینکه بازم در آغاز هفته روز شنبه با شما هستم در برنامه و تا پایان برنامه مثل همیشه همین از شما میخواییم که ما را همراهی بکنیم با موضوعی که امروز انتخاب کردیم و روی موضوع برنامه ما صحبت میکنیم. دقیقا یک تعداد گفتن نمیتونیم، بلکه فیصدی هستن که وزنشان زیاد است و خواسته همگی از کسایی که وزنشان زیاد است میخواین وزنشان کم شوه. امروز ما بعضا اشاره هایی داشتیم در بسیاری از برنامه ها که مثلا کسایی که از چاقی یا از این مشکل رنج میبرن، دقیقا ما روی اشاره هایی داشتیم. امروز مشخصا میخواییم صحبت بکنیم چرا بیشتر افراد مثلا وزنشان زیاد میشه و دقیقا چی عوامل است که باعث افزایش وزن میشه و در پهلوی از او راههایش صحبت میکنیم به خاطر کاهش وزن چی راههایی است، چی روشهایی است که بتوانین استفاده بکنین و وزنتان کاهش پیدا بکنه. چاقی یا افزایش وزن موضوع برنامه امروزی هست. فقط چند لحظه بعد شما میتونین در برنامه تماس بگیرین. 0220-2010-93 در خدمت شما هست و ما هم در خدمت شما هستیم. تماس بگیرین مثل همیش و هر سوال دارین در این رابطه ما سوال شما رو یادداشت میکنیم و از مهمان برنامه ما میپرسیم. فیسبوک برنامه رسم زندگی رو همچنان میتونین لایک بکنین، روی صفحه تلویزیون تون میبینین، همین صفحه برنامه ما هست. هر نظر پیشنهاد انتقاد دارین ما در خدمت شما هستیم. برنامه ها می باشه در صفحه برنامه و موضوعات را که ما صحبت میکنیم هست در صفحه برنامه. اگر سوالاتان می خواهید داشته باشین از طریق فیسبوک بگذارین سوالاتان ما یادداشت میکنیم. آقای ناصر کوهستانی متخصص امراض داخلی عمومی امروز در برنامه با ما هستند. با آقای کوهستانی صحبت های بیشتر در قسمت چاقی یا افزایش وزن میخوایم داشته باشیم. دکتر صاحب سلام به شما، بعد از ظهرتان تشکر. سلام تقدیم میکنم به شما، تمام بیننده های تلویزیون خورشید. آرزو دارم که نیمه روز خوش را آغاز کرده باشم. سلامت باشین. خب در آغاز مثل همیش دکتر صاحب میخوایم کم روی وزن زیاد یا چاقی صحبت بکنین. چه چیزایی یا عوامل باعث افزایش وزن در افراد میشه؟ خب تشکر از شما که موضوع بسیار خوبه، همچنان موضوع بسیار مهم انتخاب کردین. در قسمت چاقی یا افزایش وزن که اصطلاح طبی از ما به نام اوبسیتی یاد میکنیم، تحقیقات و کار زیاد از نظر سی انجام شده و این نشان میده سایه تیبی که روزانه در سالها در طول سال تعداد زیاد اشخاص افراد است که وزنشان از حالت عادی و نرمال چی میشه بلند میشه و این تقریبا یک مشکل حاد در سی ساعت به وجود آورده. البته بر بیننده ها ما قسم میخوایم بگیم که چاقی چی است و چطور به وجود میاد و چی فاکتورهایی را زیاد میکنه، چی راه میتونه را وقایع کنه. به صورت عموم چاقی یا افزایش وزن عبارت است امو افزایش یا تراکم اجرات یا کتلات شمی است که در قسمت های مختلف بدن چی میکنه تراکم میکنه. که تراکم اجرات یا کتلات شمی میتونه در قسمت شکم باشه، در قسمت صدر باشه، در قسمت سورین باشه و همچنان میتونه در قسمت بازوها باشه. هر زمانی که نمی اجرات شمی یا انساج شمی یا کتلات شمی از حالت نرمالش مثلا بالاتر در وجود تراکم کرد، باعث از این میشه که چاقی به وجود بیاید. البته بیننده ها به این نکته توجه کنند، چطور ما بدانیم که یک شخص مصاب چاقی است؟ بله. ایجا یک سلسله میارات است که باید تو رو چی کنن مد نظر بگیرن. مثلا رای بسیار ساده بسیطش اگر بخواین که بفهمن آیا وزنشان نرمال است یا این وزنی که بالاتر دارن یا به مرحله چاقی داخل شدن، این است که اینا متوجه شوند که چند کیلوگرم وزن دارن. بله. امی وزن خود تقسیم مربی قدش کنن. هر مثلا اگر وزنشان 70 کیلوگرم است و قدشان مثلا از 1.75 سانتی، این میره وزنش تقسیم مربع قدش کنه، این یک فرمول یک میاره به نام BMI یا بادی ماس اندکس به وجود میاره که اگر باید به اون درجات از او شامل بود گفته میشه که آیا وزن نرمال داره یا ای که وزنش بالاتر است. البته همی BMI که مجموعش از اثر همی تقسیم وزن به اصطلاح وزن تقسیم مربع قد است. بله. و ای است که میارات استاندارد داره. در صورتی که یک شخص اما بیمایش از 18.5 کمتر باشه گفته میشه که این شخص با کم وزنی مواجه است. در صورتی که بین 18.5 تا 24.9 باشه باز گفته میشه که وزن نرمال داره. اگر از 25
تا 29.9 شوه گفته میشه که داخل مرحله اول چاقی است. اگر 30 تا 34.9 باشه درجه اول یا دوم چاقی را دبر میگره. بالاخره به ترتیب امی بیمای یا بادی ماس اندکس از زمانی که از 40 بالا میشه و او گفته میشه که یک شخصی است که یا فردی است که بینای چاق است، وزن بسیار زیاد داره و اگر توجه نکنه احتمال است که مشکلات زیاد در قبال خود داشته باشه. دکتر شب در بسیاری از افراد میخوام میانه تر بگم میتونه ارسی همچنان باشه. بله. اگر ارسی باشه مثلا اونا اگر بخواین هم وزنشون کم میشه یا خیر، در صورت که اگر ارسی باشه این بخشش را صحبت کنیم. خب میشه در قسمت امی اوبیزیتی یا چاقی یا افزایش وزن که چی عامل باعثش میشه ایرا پاسخ بدیم و از طریق میتونیم باز سوال شما را هم پاسخ بدیم. این است که اولین گپ عمده اساسی است که چرا یک شخص وزن میگیره. تحقیقات طبی را کاملا تایید میکنه وقتی که ما غذا میگیریم او غذا به اندازه است که ما رو به مصرف رسانده نمیتونیم. مثلا مواد غذایی مختلف، پروتئین، شامیات و همچنان مواد روغنی را به مقدار زیاد استفاده میکنیم و ما کار فعالیت نداریم، جابجا هستیم، پشت یک میز هستیم، در یک دفتر کار میکنیم، پیاده گردی نداریم. بالاخره اونمون مقدار زیاد انرژی از چی میشه با کتلات شامی تبدیل میشه، باعث از این میشه که مریض هم شخص چی شوه و ازش افزایش پیدا کنه. بله. یک عامل بسیار کلانش گرفتن مواد غذایی و ایست که مصرف نشه. در قسمت بخش دومش که مسئله ایست که بس جواب سوال شما مرتبط میگیره که عوامل ژنتیک یا ارثی هم هست که نقش بسیار قوی داره و امروز در طبابت هم اشخاص افرادی که وزنشان اضافه است و تقریبا 30-40% مسائل فامیلی و ژنتیک است. شما در خانواده ها فامیلا سر میخورین که اکثر از خانوادهشان مصاب چی هستن؟ وزن اضافه هستن. بله. وقتی که یکشان مراجعه میکنه یک مشکل قلبی پیدا کرده یا شکر پیدا کرده یا کدام پرابلم دیگه در نظرش به وجود آمده، اگر تاریخشان میگیرین برتون میگه که تمام مثلا خواهرها و برادرای ما حتی عمه خاله ما وقتی که دمی هستیم وزن اضافه داریم. بله. با وجود که اینا شاید زیاد پرهیز کنن، رژیم غذایی خود را رعایت کنن، اما ورزش هم باید انجام بدن، اما چون مسئله ارثی و ژنتیک هنوز هم عواملی که چرا اینا به طرف چاقی میرن مشخص نشده، از این لحاظ یک بخش کلانش هم میتونه مسئله ژنتیک باشه. بخش دیگرش بعض امراض است که در نزد یک شخص به وجود میه و اگر امو امراض به موقع تشخیص شوه و تداوی لازمه صورت بگیره احتمال است که شخص چی کنه؟ امو چاقی و اضافه وزنی که داره از او را از دست بده و به حالت نرمال بیه. او امراض که در افغانستان هم زیاد معمول است یک بخش بسیار کلانش مربوط غده تایروید یا جاغر میشه. بله. که هموطنان ما معمولا فکر میکنن جاغر او وقتی است که به اصطلاح جاغر از اینا بزرگ شوه و کلان شوه از بیرون چی شوه نمایان شوه، اما از نظر طبابت ما او حالت نیست. مثلا بعض اوقات همین غده تایروید که مردمان هم جاغر میگن افرازاتش بعضی رومنا رو باید چی کنه تولید کنه که در مصرف مواد شامی هم نقش بسیار قاطی داره، این همی رومنا تولید نمیشه یا مقدارش کم است، از این لحاظ اشخاص افراد چی میکنن وزن اضافه میگیرن. و همچنان بعض امراض دیگه هم هست که اصطلاحات طبی شاید برای هموطنان ما خسته کن باشه. بعض دواها هم هست که ما در قسم میخوایم توجه هموطنان ما را جلب کنم و از او جمله دختر خانمایی که میخوان اکتادشان وزن کم دارن و اینا به شکل غیر نرمال و غیر طبیعی به دکتر صاحبا یا ای که به دواخانه مراجعه میکنن بعضی دوا را میگیرن که چاق شون، از او جمله مثلا دکسامتازون و دوای از گروپ استروئید است که یک دفعتن میتونه که یک وزن به اصطلاح به صورت کاذب در نزدشان به وجود بیاره و این دوا اختلاطات مشکلات بسیار زیاد داره و ما میخوایم از طریق برنامه شما برامتان ما بگیم مخصوصا دختر خانم ها که از استفاده این نوع دواها برامش جدن پرهیز کنن. یعنی یک بخش کلان میتونه مربوط دوا هم باشه که بعضی اشخاص افراد بنابر بعضی مشکلاتی که خودشان فکر میکنن دارن. بله. پشت اصل مسئله نمیگن، اگر وزنشان کم است باید دلیلش معلوم شوه، یا یک مشکل معده دارن، مشکل پانکراس دارن، کسی سفرایشان مشکل داره، یا خدای ناخواسته در افغانستان مشکل توبرکلوز زیاد است که اینا هم بعض مریض از اینا هم وزن میبازن، اینا میرن به دواخانه و دوا رو به شکل خودسر میگیرن که میتونه یک زمینه ساز برای به وجود آوردن وزن اضافه شه. دقیقا نکات را که دکتر صاحب گفتن خیلی توجه داشته باشیم، مخصوصا کسایی که وزنشان زیاد هست. وقفی کوتاه میگیریم، در ادامه با ما همراه باشین در رابطه با افزایش وزن یا چاقی. موضوعات هست که انشاءالله با دکتر صاحب صحبت خواهد کرد. بازم خوش آمدین دوستای عزیز، میتونین شما در برنامه تماس بگیرین در رابطه با چاقی یا کسایی که وزنشان زیاد است
میخواین چیز سوال داشته باشین چون دکتر شاید با ما هستن 0-2-2-2-93 و 499 امیل از افعال از در برنامه تماس بگیرین. قبل از اینکه روی اون همه راه ها و روش ها دکتر شاید صحبت بکنیم، به خاطر کم کردن وزن بله زیاد بله. ما میخواییم که اگر وزن که بیش از حد زیاد باشه، کسایی که دقیقا وزنشان خیلی زیاد هست، چه عوارض را میتونه برشان داشته باشه؟ یعنی چی با مشکلات را به اینا میتونه ایجاد بکنه؟ تشکر شما، بسیار یک سوال خوب کلیدی را مطرح کردین. امروز تحقیقات طبی نشان داده کسایی که وزن اضافه دارن از حالت نرمال میتونه مشکلات بسیار زیاد در قبال خود داشته باشه. از اون جمله اینا میتونن با فشار بلند خون مواجه شون، میتونن فشار بلند خون باعث از جوه که در قلبشان مشکلات ایجاد شوه، عملات قلبی به وجود بیاد، سکته مغزی به وجود بیاد. همچنان میتونن همی کسایی که وزن اضافه دارن یک در وقتی که قدم میزنن، پیاده گردی میکنن، زود خسته شون، مانده شون، شب که میخوان استراحت کنن یک احساس نفس تنگی پیدا میکنن. وزن اضافه در خانم ها باعث از این میشه که باعث سرطان پستان ها و همچنان سرطان تخمدان ها شوه، همچنان میتونه باعث به وجود آوردن سنگ های کیسه صفرا شوه و همچنان باعث بعضی سرطان ها تحقیقات نشان داده که میتونه قبال خود داشته باشه. اکثرا کسایی که وزن اضافه دارن اینا از پادردی ها، دردای مفاصل، کمر دردی ها شاکی هستند. فراموش نکنین که وزن اضافه باعث شکر یا دیابت هم میشه که خود از یک مرض بسیار چالش برانگیز است. بله. آقای ابراهیم روی خط تلفن هستن، میشنویم که اینا در رابطه با چاقی یا وزن زیاد از افراد چه سوال دارن. سلام به شما، خیلی خوش آمدین، بفرمایید. تشکر. باز دکتر صاحب یک سوال داشتم. بفرمایید. من وزن ما 93 کیلوگرم و قدم 180. دکتر صاحب چی توصیه میکرد در این رابطه؟ تشکر از تماس شما. اگر دکتر صاحب چی سوال ندارید؟ ببخشید، شما فشار بلند خون، شکر، مشکلات چربی خون امسال از این خون ندارین؟ چربی خون پیدا کردین در بله. هم درست است. میشه از طریق تلویزیون بشنوید؟ تشکر، بشنوید از طریق تلویزیون، بفرمایید. خب با جواب سوال برادر ما این میخوایم قسم بیان کنیم، توضیح کنیم که این ارتباط بگیره با اکثر هموطنان ما و کسایی که مصاب وزن اضافه هستند. بله. مهمترین راهی که میتونه یک شخص وزن اضافه داره وزن خود را کاهش بده، همون کنترل رژیم غذایی است که کاملا تایید شده. کوشش کنن رژیم های غذایی که منبع بسیار غنی است از مواد پروتئینی، مخصوصا مواد شیرینی است و همچنان چربی است که در برگرنده همین گوشت است، خصوصا گوشت گوسفند، روغن دنبک در افغانستان زیاد معمول استفاده میشه و همچنان استفاده زیاد برنج و حتی کسایی که زیاد نان خشک استفاده میکنن، بوره یا شکر زیاد استفاده میکنن، از یک مقدار کوشش کنن که بعضش قطع کنن و بعضش مقدارش چی کنن کم کنن. ورزش یک گپ بسیار اساسی و کلیدی است که در کاهش وزن نقش بسیار کلیدی داره. ورزش کنن، آب زیاد استفاده کنن، نوشیدن آب میتونه وزن چی کنه کاهش بده. اگر سیگارت استفاده میکنن قطع کنن. الکل که خوشبختانه افغانستان یک جامعه اسلامی است شاید بسیار کمتر استفاده شود و میتونه باعث به وجود آوردن وزن زیاد شود. بازم اگر بعضی مشکلات دیگر را یاد کردیم که میتونه وزن به وجود بیاره، اگر مشکل در غده تایرید شون از بعضی مشکلات دیگه اندوکراین یا هورمونی دارن، یک مرتبه با دکتر صاحب بخش داخلی و یعنی اندازه قد و وزن خود که اینا گفتن. بله. خب من اساسا گپ ایست که اگر بعض اوقات گفتم میشه که یک شخص اگر قد و امی وزنش یک میار میتونه، اما کاملا تایید شده نیست. اساس گپ هم ایست که اینمی دیده شده که وزنشه وزن خودن که هر قدری که از گفتن بله. تقسیم مربی قد خود کنن ببینن در اون میاراتی که ما پیشتر عرض کردیم اگر در اون میارات برابر از ما فکر میکنیم برادر ما اضافه وزنی دارن بله. نظر به اینکه 93 کیلوگرم وزن دارن، اگرچه بعضی اوقات در بعضی کتابا میگه که یا میتونن مثلا تا تقریبا تا 70 80 کیلو نسبتا وزن نرمال داشته باشن نظر به قدشون و تا بعضی اوقات همین خود چاقی را اندازش مثلا میگه که یک آقا در صورتی که کمر ازی از 102 سانتی متر زیادتر میشه گفته میشه به طرف چاقی است که یا یک راه آسان ساده است که همراه یک فیته که در خانه وجود داره بله. میتونه کمر خود اندازه کنن و در خانه ما اگر از 88 سانتی متر زیاد باشه میتونه راه بسیار ساده باشه. اما اساسا نیست که برادر مصاب چربی خون هم شده و این چربی خون در می سیر چاقی به وجود آمده. ورزش، رژیم غذایی، جمع از این که بعضی دوایی که به خاطر کنترل چربی است از او استفاده کنن که داینده یعنی چربی خون در صورت یک بلند باشه باز داینده میتونه مشکلات قلبی در قبال خود داشته باشه. حتی بعضی چربی ها به صورت دوامدار فشار خون هم میتونن به وجود بیارن، حتی باعث از این میشه که شکر به وجود بیاره. یعنی حالت هایی است که برادر کوشش کنن که پیش از یک به مرض مواجه شون، به اختلالات مرض او را وقایع کنن. بله. بازم تماس داریم، بیننده ما روی خط تلفن هستن. سلام، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام برسه به شما. کی هستین؟ خودم معرفی کنین و روی موضوع برنامه اگر چی سوال دارین از دکتر صاحب بفرمایید. علیکم سلام، رحمان هستم از قدسنگی تماس گرفتم. خوش آمدین، بفرمایید. خوش باشین، از دکتر صاحب یک سوال داشتم. مشنویم، بفرمایید. کار ما یک متر افتاده است سنتیف و وزن 58 کیلو. خب اگر سوال دارین خب کمی وزن بگیرم اگر کدوم. شما احساس میکنید که لاغر هستین، وزنتان کم است؟ هستین روی خط؟ بازم تکرار کنین؟ بله گفتم لاغر هستم. خب به جواب سوال برادر ما میخوایم بگیم که اینا نظر به اینکه قدرشان را گفتن 1.77 است و وزنشان 58 کیلو است. از نظر طبی میتونن بین 75 تا 77 کیلوگرم وزن هم داشته باشن. در صورتی که چه عامل باعث شده شده که وزن نگیرن، این مهم است. اگر کدام مشکل در معده شان است میشه مورد حل کنن، مسوی هاضمه دارن، هضم کردن نمیتونن، مواد غذایی جذب نمیشه، او معاینات صورت بگیره، مشخص شود، تداویشون درست انجام شود، وزن میگیرن. بعض اوقات همین قسم که اشخاص افراد منشأ ژنتیکی دارن، وزن اضافه دارن، بعض اشخاص از نظر ژنتیکی فامیلی لاغر هستن، اما لاغری به این معنی نیست که اینا مصاب کدام مرض خوب باشن. به نظر ما از نظر طبابت همین وزنی که نه بسیار زیاد باشه و نه بسیار کم بسیار قانع کننده است. و وزن برادر ما قدر زیاد کم نیست. بازم اگر اینا میخواین علاقمند هستن که وزن بگیرن، اگر در صورتی که مشکلاتی هست میشه که با دکتر صاحب مراجعه کنن، اون عاملی که باعث شده که وزن نمیگیرن او رو برطرف شوه. باز گپ ساده اساس چیست که رژیم های غذایی خود زیاد بسازن، کار بکنن، کمتر بکنن، مثلا مواد غذایی که پروتئین است، شامیات است و همچنان مواد شیرینیزا که خود از این میتونه در بدن به روغن تبدیل شوه و ذخیره شوه، باعث افزایش وزن شوه، از اینا استفاده کنن. و این کدام پرابلمی نیست، گرفتن وزن بسیار آسان است نسبت به اینکه یک شخص وزن خود را ببازه. و من بازم تاکید میکنم برشان که علاقمند وزن اضافه نباشه. بله دکتر صاحب، گرچه اشاره هایی بوده، اگر بازم بخاطر بیننده های که وزن مناسب چقدر باید باشه از هر فرد که باشه دقیقاً مشخص هست؟ خب بله، نمی بیمار یا بادی ماس اندکس که ما در مقدمه بیان کردیم، این میتونه که بسیار کمک کننده باشه برای یک شخص که نظر به او ارزیابی کنه که وزن کم داره یا زیاد. و نمو قد وزن خود که هر قدر است بسیار آسان است. سوال دمی تلفن ها ماشین حساب وجود داره، ببینن وزنشان مثلا 70 کیلوگرم است، قدشان 1.75 متر و 75 سانتی متر است. یعنی 1.75 مربع کنن، یعنی 1.75 ضرب 1.75 هر قدر ارقامی که وجود آمد وزن تقسیم ازی کنن مطابق اینمی بیمای بدنشان وجود میه. اگر از 24.5 بالا بود گفته میشه که اینا به طرف وزن زیاد هستن. اگر از او بین 18.5 تا 24.9 بود گفته میشه که وزن نرمال دارن. بسیار آسانش. طریقه دیگه شون قدشون است، ببینن قدشون، اگر قدشون مثلا 1.70 است وزنشان 50 است، میتونن تا 70 کیلوگرم وزن بگیرن. راه دیگه اش اندازه قطر کمرشون است، ببینن اگر در مردها تا 102 و کمتر از او عادی است. اگر 102 سانتی متر کمتر باشه به معنی است که وزن کم است و در خانم از 88 سانتی متر. یعنی راه مختلف هم اساس علمی و بسیار استانداردش، اما بیمای است که بسیار ساده میشه تعیین شود. نظر به او باز ارزیابی صورت بگیره که یک شخص با کاهش وزن مواجه است یا با افزایش وزن. بله دکتر صاحب، اشاره روی رژیم غذایی داشتین. بله. یک تعداد افراد هستن، ما میخوایم روی روش درست اگر رژیم غذایی میخواین داشته باشن کم صحبت بکنین، چون بعض کسایی هستن که کاملا نمیخوره در سه وقته که باید بخورن، یعنی دقیقا نمیفهم اندازه چقدر است که شما باید در این رابطه کم صحبت کنین، یا اینکه خیلی کم میکنن خوردن خود غذا خوردن خود، بالاخره تکلیف معده یا مشکلات دیگر به شما به وجود میاره. ما میخوایم روی راهها و روش شاید درست رژیم غذایی صحبت بکنین، اما بعد از تماس بیننده ما روی خط تلفن هستن. احمد جان روی خط تلفن هستن. سلام به شما، بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما و دکتر صاحب محترم. بله سلامت باشین، بفرمایید. من دکتر صاحب نظر میخوام. ما یک وقت 60 کیلو وزن داشتم، ورزش زیاد میکردم. ما دوباره شروع گرفتم تقریبا 20 سال پیش، ما 110 کیلو شدم، وزن ما 110 کیلو شد.
و از اون تقریبا 22 سال میشه که ما از اون 110 کلو سمام های روزانه 200 وردش میکنم وردش های رزمی میکنم و هیچ چاق میشه مدنی لاغر و هیچ اون کدام فضلخوا تکلیف هم ندارم شکایت هم از این چیز ندارم اما انشالله این خود برای این در کدام نقصه نخواب کردی و از من ببخشین قدتان چقدر است؟ چند؟ قدم 175 خب وزنتان گفتین 110 کیلوگرم اما فضل خدا هیچ کدام تکلیف در وجود ما هیچ از ایش نگامی از فشار خونی از یک چیز نیست خب حتما مثلا ورزش ما رو روز دو ساعت ورزش میکنم حرکت های کامپوت اتنیم رو هیرم ما ورزش های رفت نیمیکنم و هیچ تغییرات در وجود ما هیچ نامده و یک کلو نیم کلو کم نمیشم نزیاد میشم و وقتیم که ما در چند سال پیش فیلم بیدم از 60 کلو 61 کلو نمیشدم و 59 کلو نمیشدم و نام خدا تو شکم همون به تو که دور نیست که شکم خوب او را به همبه من برابر است خب این خبر خوش است که شما دیگه مشکلات سی ندارین دیگه برادرها خواهرها و اعضای فامیلتون وزن اضافه خو ندارن تماس شما قطع شد دکتر خب خیر باشد خب با جواب سوال برادر ما میخوایم قسمی بیان کنم خب گپ خوب است که مشکلات دیگه ندارن در حالی که وزن اضافه میتونه مشکل ساز باشه خوشبختانه بازم برشان گپ خوب است و اینا چون ورزش میکنن ورزش خود ادامه بدن در رژیم غذایی خود تغییر بیارن کوشش کنن زیاد اما قسمی که شما پیشتر عرض کردین میخوایم در اینجا به هم بیننده ها بگیم که اگر بخواین وزن نرمال خوب داشته باشن اضافه وزن نشن زیادتر به سبزیجات و ترکاری که خوشبختانه موسم شما است رجوع کنن آب زیادتر بنوشن کسایی که سیگارت استفاده میکنن قطع سیگارت کنن مواد غذایی را از انواع مختلفش چون بدن ضرورت داره اما کسایی که وزن اضافه دارن کوشش کنن که شیرینی باب کمتر بخورن چون همه گرفتن شیرینی ها که مجموع مواد کربوهیدرات میشه اینا میتونن بسیار به سرعت وزن چی کنن زیاد کنن از مواد شامی استفاده از برنج که اینا میتونن مثلا اگر در هفته یک یا دو مرتبه برنج استفاده کنن مشکل نیست بله. اما اگر هر چاشت یا هر شب برنج استفاده کنن در پولیش گوشت زیاد استفاده کنن و مردم با شما علاقمند است که بعد از غذا مثلا چای همراه شکر یا بوره استفاده میکنن چندین تا چاکلیت استفاده میکنن بله. خواهی نخواهی چون کار ندارن جا به جا هستن بالاخره این مسائل باعث از این میشه که وزنشان رو چی کنن زیاد کنن و کمک میکنن که داینده کسایی که وزن نرمال دارن به طرف وزن پیشرفته نرن و کسایی که وزن بسیار بالا دارن بسیار با جدیت امیر رژیم غذایی جمع ورزش یک تحقیقی که یک بخش علمی بی بی سی انجام دادن و به نتیجه رسیدن که تنها رژیم غذایی نمیتونه که یک کسی که مصاب وزن اضافه است او را چی کنه وزنش کم بده کم بسازه گفته میشه که رژیم غذایی جمع مثلا ورزشی که یک ساعت یا نیم ساعت یا روزانه 40 دقیقه و در بعضی کتاب‌ها در مریضایی که وزن اضافه است میگن که اگر برای یک ساعت قدم بزنن یا ورزش کنن یا پیاده‌گردی کنن یا دوش کنن میتونه که کمک کنه اما بعضی امراض هم میتونه پیشتر از کردن که چاقی را به وجود بیاره که با دکتر صاحب مراجعه کنن یعنی این برادر ما میشه که یک مرتبه وجودی که ورزش زیاد دارن حتما رژیم غذایی خودم رعایت میکنن یک مرتبه از طریق مشکلات اندوکراینشان که مسئله غده تایروید یا جاغور است دیده شوه که اگر او فعالیتش مشکل داشته باشه باید اگر با گرفتن دواها و همچنان بعضی توصیه‌های لازم میشه که مشکلشان بر همیش رفع شد یک تعداد خانمایی که مثلا گفتن که اینا باید بیشتر قدم بزنن کسایی که وزنشان زیاد است اگر اونا مشکل دارن بیرون رفتن نمیتونن در محیط در داخل خانه هم بعض حرکات هست که برشان کمک بکنن خب میشه که مثلا نمی صحنه اولی خود حداقل بر روزانه برای نیم ساعت یا 20 دقیقه چی کنن قدم بزنن ورزش کنن یا ای که دمو خانه که زندگی میکنن بعضی کار انجام بتن فعالیت کنن بعضی کارهای روزانه هم میتونه کمک کنه به کاهش وزن و کسایی که اقتصاد خوب دارن امکانات دارن بعضی بس ماشینا هم هست که میتونن در خانه آماده کنن که از ماشینای ورزش هست در بازار ما خوشبختانه وجود داره بر روزانه بر یک ساعت نیم ساعت یا 40 دقیقه بالای ازی چی کنن ورزش کنن و از طریق کمک میکنن و و و گپ مسئله دیگه رژیم غذایی است او را رعایت کنن و از گرفتن بعضی غذاهایی که بسیار زیاد میتونه وزن به سرعت زیاد کنه از او چی کنن اجتناب کنن بله دقیقا وقت برنامه ما تمام است خیلی تشکر از شما دکتر سربازی که بازم با ما بودین تشکر میکنم شما سلامت باشین تشکر از همه شما بیننده های عزیز ازی که بازم ما را همراهی کردین از دوستای ما که تماس گرفتین سلامت باشین بقیه روز همه شما خوش خداوند نگهدارتون برنامه های بعدی تلویزیون خورشید هم فراموش نکنید